خب شاگرد عزیز، قبل از اینکه در رابطه با کار چیزی بگویم، میریم به متن کتاب. و متن کتاب ما میخوانم چون شعر است. شما هم کتاب های خود را با خود داشته باشین تا اینکه خواندنتان در شعر بهتر شود و خوب بتانه که شعر بخوانید. همه متوجه باشین. کار. هر وطن از کار آبادان بود، کارهایش بازوی مردان بود. کشت ها و جوی ها و نهرها، باها و قریه ها و شهرها. جمله از کوشیدن و کار آمده، نزد عاقل این پدیدار آمده. آنچه ما داریم ز اسباب و کمال، رخت و کالا، فرش و ظرف و جنس و مال. این همه از کار مردان شد پدید، گر نباشد کار گردن ناپدید. کار کردن سنگ را زر می کند، کار ما را کیمیاگر می کند. کیمیای کارساز تابناک، شیشه را از سنگ و چینی را زخار. آنکه او در زندگیش کامجوست، از پی علم و هنر در جستجوست. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه به مفهوم درس و تشکیل درس بپردازیم، لغاتی که ما از متن کتاب روی تخته رونویس کردیم، میخوانم شما هم قلم و کتابچه با خود داشته باشین و یادداشت بکنید تا اینکه در آینده از این لغت‌ها استفاده خوب بکنید. آبادان، آباد. نهرها، جویهای بزرگ یا دریاچه. کیمیاگر، کسی که مس را به زر تبدیل می‌کند. اسباب، سامان و لوازم. کمال، کسب و کار. ثروت، دارایی. ناپدی، گم. زر، طلا. پدیدار، نمایان. تابناک، روشن. کامجو، جوینده مقصد. نامجو، جوینده نام و شهرت. یک بار دیگه تکرار میکنم، شما دقت بکنید. آبادان، آباد. نهرها، جویهای بزرگ یا دریاچه. کیمیاگر، کسی که مس را به زر تبدیل میکند. اسباب، سامان و لوازم. کمال، کسب و کار. ثروت، دارایی. ناپدید، گم. زر، طلا. پدیدار، نمایان. تابناک، روشن. کامجو، جوینده مقصد. نامجو، جوینده نام. خب شاگردان عزیز، حال هم دقت بکنید به کتابایتان و مشیر براتان میخوانم و توضیح میتونم در رابطه به متن کتاب. کار. هر وطن از کار آبادان بود، کارهایش بازوی مردان بود. هر سرزمینی را که ما شما می‌بینیم که او آباد شده است و به پیشرفت و ترقی نائل شده است، او از اثر کار و زحمات مردمش است. یعنی مردم او سرزمین زحمت کشیدند، کار کردند، تلاش کردند تا کشور خود را به پیشرفت و ترقی نائل ساختند. کشت‌ها و جویها و نهرها، باغ‌ها و قریه‌ها و شهرها. اگر ما شما می‌بینیم که در یک کشور زراعتشان پیشرفته است و همچنان سیستم آبیاریشان به صورت درست و منظم است و همچنان می‌بینیم که باغ‌هایشان سرسبز و قریه‌هایشان آباد و همچنان شهرهایشان خیلی زیبا و زیبنده است، جمله از کوشیدن و کار آمده. آنچه را که گفتیم تمامی از اثر کار کردن و زحمات و مردم و سرزمین با وجود آمده. نزد عاقل این پدیدار آمده. انسانی که عاقل است، انسانی که دانشمند است، انسانی که میفهمه و میدانه، او میدانه که ای از اثر کار کردن و از اثر زحمت کشیدن به چنین حالت رسیده است. آنچه ما داریم ز اسباب و کمال.
رخت و کالا، فرش و ظرف و جنس و مال، هر آن چیزی که ما در زندگی خود داریم، چی مال دارایی است، چی لباس است، چی ثروت است، هر آن چی که داریم، همه از این از اثر کار کردن به وجود آمده، همه از این از اثر سعی و تلاش به وجود آمده. این همه از کار مردان شد پدید، گر نباشد کار گردد ناپدید. تمام آن چی گفتیم از اثر کار کردن و تلاش کردن با وجود آمده. اگر کار نباشد همه اینها دوباره ناپدید و گم میشن. کار کردن سنگ را زرد میکند، کار ما را کیمیاگر میکند. کار کردن، اگر کسی کار میکنه، حتی سنگی که ناچیز است او رو به یک چیز بسیار با ارزش که اینجا به طلا تشبیه کرده است، حتی به طلا تبدیلش میکنه. کار ما را کیمیاگر میکنه و کار چیزی است که انسان واقعا به مو درجه عالی و منزلت عالی میرسونه. مثلا اگر یک کسی زحمت میکشه، کار میکنه، تلاش میکنه، حتی میتونه که از مسی که از طلا کرده خیلی قیمت پایین داره اونمو مثلا به طلا تبدیل بکنه. کیمیای کارساز تابناک شیشه را از سنگ و چینی را زخاک. کسی که کیمیاگر شد، یعنی کسی که تانست که حتی از مس طلا بسازه، پس او میدانه که یک چیز بسیار بی‌ارزش با یک چیز بسیار با ارزش و روشن چی بکنه؟ تبدیل بکنه. شیشه را از سنگ و چینی را زخاک. حتی میتونه که از سنگ شیشه بسازه و همچنان چینی که ما شما یک نوع ظروف داره او را میتونه که حتی از گل بسازه. آنکه او در زندگیش کامجوست، از پی علم و هنر در جستجوست. او کسی که در زندگی خود یک مقصد داره و پی مقصد خود است و میخواهد که با مو هدف و مرامی که داره برسه، او چی کسی است؟ او کسی است که به خاطر علم و هنر جستجو میکنه، تلاش میکنه، سعی میکنه تا اینکه خود را با مو مقصدی که تعیین کرده است برسونه. خب شاگردای عزیز، ما و شما چون ابتدای ساختن زندگی ماست، یعنی وقتی ما و شما به مکتب میاییم، اینمی روزهایی که سپری میشه به خاطر تعلیم، ما وقتی که به مکتب میریم در حقیقت این روزهای سرنوشت ساز است برای ما و شما. اگر ما و شما از این روزها تصمیم بگیریم، میتونیم که ما زندگی خود را قسمی عیار بسازیم که در آینده خودکفا باشیم و خودمو بتونیم که یک چیز بسازیم و خودمو بتونیم که از آنچه ساخته خودمو استفاده بکنیم. اگر خدای نخواسته میایم به مکتب و وقت گذرانی میکنیم و وقت خود را در گپهای ناب و کارهای ناب سپری میکنیم، در این صورت است که در آینده شاید که یک انسانی باشیم که نه به درد خود میخوریم، نه به درد جامعه خود میخوریم، نه به درد فامیل خود، پس یک انسانی هستیم که بار دوش جامعه، بار دوش فامیل و بار دوش مردم میباشیم. کوشش بکنید هر وقتی که شما یک مقصد و مرامی را پیش رویتان میگذاره و میگه که به این برسیم، به خاطر از او تلاش بکنید، به خاطر از او سعی بکنید، به خاطر از او کوشش بکنید تا خود به مو مقصد و مرام برسانید. اگر که مرام داشته باشی، مقصد داشته باشی ولی تلاش نکنی، ممکن نیست که به او برسید. ما زمانی میتونیم که به هدف خود، به مقصد خود برسید که بر علاوه این که یک مثلا یک کاری را پیش میکنیم، پشت کار هم دو داشته باشیم. اگر پشت کار نداشته باشیم در کاری که میکنیم، ممکن نیست که ما به او هدف و مرامی که داریم برسیم. با امیدی که شما هم یک روزی باشه که از امو کار و زحمات خود استفاده کرده باشیم و استفاده کار شما چیزی شوه که هم بدرخور خودتان شوه و هم بدرخور جامعهتان شوه. خب شاگردان عزیز، درس ما در همینجا به پایان میرسه و ما یک بار دیگه لغت ها رو براتون تکرار میکنم تا اینکه خوب ذهن نشینتان شوه و در آینده از این استفاده بکنید. آبادان آباد، نهرها جویهای بزرگ. کیمیاگر کسی که مس را به زر تبدیل می کند. اسباب، سامان و لوازم. کمال، کسب و کار. ثروت، دارایی. ناپدید، گم. زر، طلا. پدیدار، نمایان. تابناک، روشن. کامجو، جوینده مقصد، یعنی کسی که یک هدفی را تعیین می کرده باشه و می خواهی که به هدف خود برسد. نامجو، جوینده نام، یعنی کسی که میخواهد به شهرت برسه. شاگردای عزیز، درس ما با پایان رسید و این لغاتایی که روی تخته من نوشته کرده اینا را همیتون با حافظه‌تون بسپارید و همچنان کار خانگی دیگرتون ای که شما این متن کتاب که من از شعر بود خواندم و تشریح کردم ایره شما هم به نثر تبدیل بکنه. نثر چگونه است؟ نثر بگونه که ما شما متن عادی کتاب رو میخونیم، اونمون نثر است. یعنی آنچه که آموختی ایره
با قلم خود بگیر و با کتابچه خود بنویس. پس در این صورت این به نثر تبدیل میشه. خدا کنه که شما مخته باشین، وقت خوش داشته باشین. الله نگهدارتان.